چی شد داداش؟ پلیسا رفتن؟ آره، صورت جلسی کردن رفت. مونده اصلا دوز بودن یا نه؟ دوز بودن دیگه، داری سوال میکنی؟ دوز دگه بودن راحت میمدن و هم داشتن میبردن دیگه، این همه بزن بهش کن و در به داغون کن نداشتن که. نه اینا دوز نبودن. من که دیگه عقلم به جای قد نمیده آزاد. برای چیزی بهت بگم، من استعلام کردم چیزایی که ازم بردن نسبت به روزی که خریدیم چند برابر قیمت شده. نه بابا. آره آزاد، 700-800 هزار رو هر کدومش رفته. داداش تو که خبر داری، من واسه این کار زار زندگیمو فروختم، یه ریال دیگه ندارم. منم اینه خودتم، منم با قرض و قوله جور کردم. حالا نگران نباش، با صاحب مغازه صحبت میکنم، پول پیشمونو پس بگیریم. بیخیال داداش، حالا من یه چیزی گفتم به همین زودی جا زدی تو؟ خب چی کار کنیم؟ دستمون خالیه دیگه. آخه این چیزی که تو میگی بدتره که ما قرارداد یه ساله با یارو داریم، باید تو اون بدیم. باش صحبت میکنم، اونم درک میکنم. پول پیشو پس گرفتیم، مال تو. چرا خوازه؟ ما با هم شریکیم، قرارمون این نبوده. میدونم. خب اون وقت تو میخوای چی کار کنی؟ منم یک کاریش میکنم. ببخشید دیگه، بوفه اینجا قد جیبه دانشجوها امکانات داره. خوبه؟ بعض دانشجوها مثل این که زیادم بد نیست. مثلا چک 250 تومانی پر میکنه. آوا چطوره؟ خوبه؟ شما خوبی؟ مامان بابا خوبن؟ اونا هم خوبن. از کی داری چکای میلادو پر میکنی؟ منظورتو متوجه نمیشم، نفهم چیه. امروز رفته بودم پیش جعفری، میشناسیش که؟ آره، فرش فروشه؟ بله. به هم گفت که یواشکی چکو پاس کردی. چرا یواشکی؟ چرا من نباید بدونم؟ بذار توضیح میدم. چی رو بخوای توضیح بدی؟ قشنگ مشخصه یه چیزی رو داری پنهان میکنی. بنده خدا آدرس خونه بابا رو هم پیدا کرده بود. پسرش هر روز میومد اونجا آبروریزی را مینداخت. پسرش رو میشناسی که؟ چرا به من نگفتی؟ مطمئن نبودم جور میشه یا نگفتم. اول جور شه بعد بهتون خبر بدم. چه نگفتی؟ طلاهای مامان فروختیم، باور کن خواستم باهاتون تماس بگیرم. اما جعفری یه جوری دیگه ای تعریف میکرد، یه چیز دیگه ای میگفت. ببینم، تو مبلغ چکو از کجا میدونستی؟ خود جعفری. اون وقت که؟ دیروز. آها، پس چرا امروز به من زنگ زد؟ امروز صبح مبلغ چکو به من گفت. آها، اون وقت امروز صبح به تو گفت و تو هم یک ساعته 250 تومن رو پر کردی و دادی. آره؟ خب یه سری از مدارکای میلاد پیش منه دیگه. پدرام، اگر از میلاد خبر داری الان به من بگو. چه حرفیه زنده داشته؟ خوره فکر کن من چیزی بدونم به شما نگم. امیدوارم. زنده داشته یه لحظه. مخلصم نوکر کامیه؟ آره پله ها رو برو پایین تو زیر زمینه. بیجانم
حسینی کفته ما خویا بفرما داشته چطوره؟ سلام آقا سلام آبوی خوش آمد خوش آمد خوش آقا علام میرم آقا سر دو تا چای برمارا خوبویا خوش آقا چیزی میخوری سفارش بدم بیاره؟ نه اومدم خودتو ببینم عمر ببینم تو هنوزم تو همون کاری؟ چرا؟ شکمت سیر شده؟ مصیبتش زیاده پولی هم توش نبود آدم رد کنم بره اونور دنیا راحت ترم تو بمیری چی شد حالا؟ کارت گیره؟ آدم سراغ دارم و یک دو سه نه اومدم چش تو چش خودتو ببینم یه سوالی ازت دارم بفرمو ببین اون پسره بود قد بلنده که دستشو گذاشتم تو دستت ببرش اون بره مرس یادته؟ آره چی بود اسمش؟ میلاد آره خب چی شد؟ بعدش یادم رفت دیگه چند بار میپرسی اینو؟ رفت یعنی تو با چشای خودت دیدی که رفت اونور مرز؟ آره با سفارشی ردش یادم رفت خودم تو لب مرز باش رفتم یعنی شما مطمئنی که اون آقا رو بردی اونور مرز و با چشای خودت دیدی که رفت؟ آره دیگه با چشای خودم دیدم رفت پس مطمئنی دیگه؟ مطمئن خیالت راحت راحت خب اینو از اول بگو همین من برم حالا میشستی؟ یه چایی، املتی، نیمرویی، دو سیبی چیزی میخوردی؟ شما دو سیبو میخورین؟ نه، میچشی نه بابا مصیب، چی شد این قیلون ما؟ مامان جان بیا تو دختر سلام ببین این داستان میلاد چی شد بگیری کردی؟ خیالتون تخت آقا بله خب چی شد؟ این پسره که ردش کرده اون طرف خب. اون طرف آب جردی یعنی ما بهش میگیم جردی گفتش که خیالت راحت باشه اون بر آب یا هارم از اون بر میگرفتی آقا جون سپردم دیگه آنتالیا استانبول آنکارا ازمیر فنرباخشه خیالت تخت ببین منو این یارو کافه کار تو بود نه آقا جون راستشو بگو من طالب به شما دروغ گفتم ببین تحقیق کن ببین کار کیه اینه پای ما ننویسن واسه ما بد میشه بچشه فقط میخوام بدونم کار کیه از یه طرف بعدم نیست تو بخونه حساب کار اومد دستش آقا جون برج میلاد خلال دندونته بفرمایید ما رفتیم برمیگردیم دیگه میوه خوشی هم به خطر اون میوه نمیخواد دیگه حالا چرا با ما برای خونه لازم میشه آزم حالا بازه بعدن بی زحمت 2 کیلو از این رون میخواستم رون گوساله؟ بله 2 کیلو هم سردست سردست گوسفندی بدم خدمت بله خیلی ممنون خیلیش میکنم یکم بیشتر شد اشکال نداره تسردم خوردش کنم نیازی نیست فقط تمیز شه راستی یکی از همکاران قصدن آره میخواد مثل برشش جشن فارغ التحصیلی بگیره
گفت با تو صحبت کنم، اگر که پولی نداره جمعه کل کافه رو میخواست رزرو کنه. کافه؟ آره. ایرادی نداره، چی بهتر از چیزی شده؟ نه بابا چیزی نشده، چطور؟ خورشتی کنم؟ نه نیازی نیست، خیلی ممنون. به برد با خورمون شکرینه. ممنون. قابل شما هم نداره. قربون شما بفرم. قابل نداره. مهمون ما باشین. دست شما دردم. چه ساعتن رمزتون؟ 14:15. الان بیا. مثل اینکه موجوده نداری. موجودی نداره کارت من. نداره دیگه. اشتباه یه بار دیگه بزنم. آقا اگه نداری مهمون من باشه. قربون شما برم. یه بار دیگه بزنم. باش چشم دوباره میکشم. رمزتون 14:15. اسم موجودی نداره. البته اگر نداری مهمون ما باشین. نه ممنون. بفرمایید. پنجا بیست و دو این خدمت شما. دست شما داره. خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. یعنی چی در پدر برده؟ اصلا سهولتی خره کی باشه که این کارو کرده؟ خب حالا چی شده که یهو این دفعه این حرف زده؟ والا چی بگم، دیروز آمد اینجا گفت باید پول بیشتری بهش بده، تقریبا دو برابر. غلط کرده. ببین خانم مزدوری، من دوست ندارم که با این آدم چه کار کنم. خودت بهش تلفن بزن یه جوری قضیه رو حلش کن بری. اگه اون بار پلمبش باز بشه من هیچ رقم هیچ پولی پرداخت نمی کنم. بهم چی جو؟ اصلا تعبیرش نمی. بله چشم. نه خیر نیست. یا خوابم یا دیگه نمیدونم. ممنون جناب، من همینجا پیاده میشم. لطف کردید. آره فکر کنم این همه راه هم اومدی. خالی میمیره. دستتون درد نکن، خدا نگهدار. سلام. سلام سیما جان. قربونت برم. چطوری آبا جان؟ چرا پشت در؟ چیکار کنم؟ هر چی زنگ میزنیم در رو باسه میکنم، انگار نیستم. یعنی چی؟ نه من باشون صحبت کردم، خونه بودم. آره به موبایلش زنگ بزن. درست میگی. اصلا اومدم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. آقای مفخم تشریف ندارن؟ بند دورمنشم. آقای مفخم اینجا مستأجرم. ببخشید شما فامیل شدید؟ مادر و مادر زن. من مادر اسرارجانم. بله خیلی خوشحال شدم. ممنون. پس زنگ نزن. عجیبه. خیلی زنگ زدم. صداش میومد ولی انگار که کلاً خراب شده. خراب شده. حالا خب اینجا بده. بفرمایید. شما صاحبخونه‌شون هستین؟ بله بله. باز زنگ بده درست می‌کردین بله. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. خواهش می‌کنم. خوش اومدید. ببخشید. من خیلی بهشون گفتم که بیام کمکشون کنم. ولی قبول نکردن، گفتن خودمون میخوایم کارمون بکنیم. جوونن دیگه. میدونم فدات جان، به ما هم همینا رو گفتن. ولی میگم سیما خودمونیم. خوب از عهده همه کارا بر اومدن و آره ماشاءالله. دختر توی دیگه، کدبانو، قابل، خانوم، خونه‌دار. قربونت دارم نظر لطفته.
جفتشون خوبن. نمیدونی محسن چقدر دیشب از آزاد تعریف میکرد. خدا رو شکر. چقدر خوشحال بود نگم برات. میگفت دارم کیف میکنم، میبینم این دوتا جوون خودشون با دست خودشون دارن زندگیشون رو میسازن. واقعا مهمه سیما. بله. ولی خب حقیقتش دروغ چرا، من نگرانم این وضعیت خونهشون کی درست میشه. گسه نخور منیری جون، همیشه که اینجوری نمیمونه، بالاخره ما هم کمکشون میکنیم. خیلی خوش اومدید. قربونت برم. بشینید بچه‌ها دیگه. ما خودتون رو برمی‌داریم. عجب چای خوش رنگی. دستتون درد نکنه. خوش خوش. چه گلای خوشگلی آوردین. دستتون درد نکنه. به قشنگی عروس گلم که نیست. شما خودتون گل بودید. زحمت کشیدید. سنده چقدر خونتون خوشگله. کوچه خوشگلت می‌بینی خانم خانم ما. راست میگه، مبارکه. تازه داشتیم میومدیم صابخونتونم پایین دیدیم، آدم خوبی به نظر میرسید. نه چقدرم بامزه بود با اون لهجه شیرازیش. بله خیلی خوبه. خیلی خوش اومدین سیما جون. قربونت برم عزیزم. از مریم چه خبر؟ خوبه مامان، سلام رسون، نتونست بیاد. عزیزم خیلی دلم براش تنگ شده. ای کاش آذرم میومد ها. میخواست بیاد ولی تو شرکت خیلی کار داشت. حالا خدمت میرسه انشاءالله. تو خوبی مادر جو؟ چه عجب، حالا منم پرسیدیم خوبم. ببخشید. برو ماما راحت باش. بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. بله ممنونم. بله یعنی بله میدونم، یعنی احتمال آفالیک شدنشون چقدره؟ من دکتر منصوری تشخیص دادم. خیلی ممنون، خداحافظ. اسرا جان ما کجای ماما؟ جانب دیبرو بشین. چی شده؟ چیزی نشده. سیما همه چیزو به هم گفت. چی گفتن؟ همین جریان کافه آزادو. آها تو چرا خودتی چی به هم نگفتی ها؟ نگفتم چون نمیخواستم ناراحتتون کنم عزیز من. آخرش چی؟ بالاخره که میفهمیدم. حالا چیار بردن؟ هر چی که تونستم بردن، بقیهشم یا شکستم یا داغونم. ای وای، به پلیس گفتی؟ صابونه جانم. خوب مادر دختری خلوت کردیم و رو تنها گذاشتیم. دست درد نکنه. نه بابا کاری نکردم. میگم نمیخواستم جلوی بچه ها بگم. من و منیر جون یه پولی پس انداز کردیم، گفتم که اگه جان ماما چیزی نیستش، من برم آبا تنها. کجا بری؟ آبا تنهاست. در رفتی. آره دیگه. نمیخواستم جلوی آزاد بگم، بالاخره مرد غرور داره. الانم که افتاده رو دنده لج. شما نگران نباشید، من که خودم دارم کار میکنم، آزادم خیلی زود یه کار خیلی خوب پیدا میکنم. میدونم عزیزم، ولی حالا که کار پیدا نکرده میشه باشه، هر وقت خواستی ازش میکشید دیگه. حالا اجازه بدید من با آزادم صحبت کنم ببینم نظر اون چیه. تا بعد. باشه هر جور راحتی، ولی زندگی دست زن خونه است، تو باید بتونی قشنگ جمع و جورش کنی. کم و کسری هم داشتی رو من و منیره حساب کن. بروی چشم.
داداش خوابیدی؟ نه. شام که نخوردی؟ نه بابا، شاممون کجا بود؟ عقلو خاموش کن. امروز آذر اومده بود پیشه. آذر؟ چی کار داشت؟ فکر کنم یه چیزایی فهمید. جن زدی آخرش؟ مگه بهت نگفتم مراقب باش؟ داداش اصلا اجازه نمیدی آدم حرف بزنه. خب بگو ببینم چی شده؟ نقد شدن چک امروز مشکوکش کرد. مگه نگفتم اون بیسابو یه جوری نقدش کن که آذر بو نبره؟ من کوف بخورم بهتر این که تو شام بخورم. میبینی که ماما؟ میدونی ساعت چنده؟ چی کار داری میکنی تو؟ کار دارم دیگه مادر من. ای بابا نشستی قهوه میخوری تا صبح خوابت نمیبره. اوی خدا مجبورم دیگه ماما. بابا کجاست؟ من چه میدونم؟ تو چرا همیشه سراغ بابا تا از من میگیری؟ بابا میدونه چه اتفاقی برای میلاد افتاده. یعنی چی؟ این فاکتور خرید آقا محسن آورده شرکت. میلاد یه کارایی میکرده که من ازش بیخبر بودم. یه شرکت سوری داشته، یه سری جنس هم فروخته کارخونه بابا. قشنگ معلومه که یه زد و بند این دوتا با هم دیگه داشتن. شما چرا هر چی میشه میندازین گردن اون سعید بدبخت؟ یعنی تو میگی بابات میدونه میلاد کجاست و به تو نمیگه؟ مگه میشه همچین چیزی مادر؟ اون که نمیاد زندگی دخترش خراب کنه. میدونی بابا چطوری به این قضیه نگاه میکنه ماما؟ اون فکر میکنه اگه میلاد از من دور کنه تازه یه لطف بزرگی هم به من کرده. بابا هستم براش فرقی نمی کنه کی جلوش وایسه، غریبه باشه یا خودی، هر کی باشه ناکتش میکنه. ببین با زندگی آزاد داره چی کار میکنه. مطمئن باش کافم کار خودشه. میدونم بهرام جون، ولی ما بعد از اولش میرفتیم سراغ حرفه‌ای که ازش سر داره. بله حق با تو. میدونم ولی خب کافه‌داری هم کار سختی دیگه، یعنی آدم خودشون میخواد. ما هم که خب چیزی سعی ما نمیشون. بله من که تصمیم خودم رو گرفتم، تو باید فکر کنی. از موافقی؟ باشه رو برد با هم گپ بزن. قربونت. قربونت. کی بود؟ بهرام. چی شد؟ اونم به هم خیلی دیگه به خرش و سهم خودش هم برد. چی کارم تو؟ بسته نخور. توکل بر خدا ایشاله درست میشه. آقای سلطی، فردا بار رو ترخیص میکنید یا نه؟ خانم مظاهری، صدا تو برای من بلند نکن، صدای من از شما بلندتره. شما تو اون شرکت نرخ مشخصی داری یا نه؟ معلومه که داری. آقا این که نمیشه. شما شب بخوابی، صبح بلند بشی سه برابر نرخ قرارداد رو مطالبه بکنی. سر گردنه که نیست. خانم مظاهری، باز که دارید حرف خودتون رو میزنید. آقا شما داری زور میگی. شما نگفته بودید بارتون چیه؟ خیلی پنهان کاری کردید. اگه تو حمل و نقل بار یه اتفاقی براش میافتاد، اگه بیمه گردن نمیگرفت، من باید همش رو از جیب خودم میدادم. مگه بجز اینه؟ آقا شما دنبال بهانه ای؟ این بار مال منم نیست، منم یه واسط هم اینجا. فردا پول تو حساب من بود که بود،
وگرنه از جنس خبری نیست که نیست. حرف آخر شما همینه؟ الو؟ 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 شب بخیر بانو. سلام. شب بخیر. خواب که نبودی؟ خیر. شب بلند است و قلندر بیدار. تازه سر شب منه. در خدمتم. بابت دیروز عذر میخوام. من کمی عصبی بودم. اختیار دارید. یه حرفو چیه؟ پیش میاد. بعدش هم میگذره. گفته بودین اگه مشکلی پیش بیاد میتونم باهاتون در میون بذارم. مشکل غلط کرده برای شما پیش اومده؟ خب الان غلط کرده و پیش اومده. چه غلطی؟ میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ آخه این وقت شب؟ دیر وقته؟ نه نه، کی میگه دیره؟ خب پس من براتون آدرس میفرستم. جسارتم بانو، فقط لوکیشن بفرستیم. خدمت میرسم، یعنی خدمت گذارم. میام میام. باشه حتما، ممنون. آدیوس بانو. نه آقای صادقی، این که شما میگید حرف یه سال پیشه. الان تو شهر این قیمت رو نمیدم برادر. شما پرسجواتو بکن، فکراتو بکن، به من خبر بده. فقط یه چیزی بهتون بگم، ملک خوب رو زمین نمیمونه. باشه، یه شب زنگ میزنیم، قرار میزنیم. خداحافظ. ببخشید دیگه، شما باید کارتش بود؟ بله. چی خوندین؟ معماری. معماری؟ خیلی هم بی‌ربط نیست. تا حالا تو املاک کار کردی؟ نه، متاسف. آها، پس صفر کیلومتری. ببین این قرار باشه، روک و پوسکنده بهتون بگم، باید اینجا تلاش کنی و خودتو نشون بدی. این آدمایی که اینجا ببینی هیچ کدوم رفیقت نیستن، رقیبتن. باید بزنیشون کنار، خودتو نشون بدی. ساعت 10:20 کار مهندسی. باز میخوام اون وقت حقوقش چقدره؟ حقوق هم میخوای بستگی به تلاش و فعالیت خودت داره. اگه فایل مال خودت باشه 50%، اگه نه 30-70. اگه مثلا یه ماه هیچ معامله نداشتم چی؟ بستگی به زرنگی خودت بازم داره. باید تلاش کنی، زحمت بکشی تا بری بالا. تازه شرایط دارم، باید ضامن معتبر معرفی کنی. ضامنی برای چی؟ ضامن برای چی؟ اومدیم و کل کلید آپارتمان و خونه دست شماست. دستگیره یکی از این در رو بوم شد یا یه اتفاقی افتاد. جسارت میکنم و حساب کتاب داره. من باید با چی طرف باشم؟ میدونه قیمت هر دستگیری در چقدره؟ 3-4 میلیون. شما فکراتون رو بکنی، به من خبر بدی. فکرامو کرد. این کار به درد من نمیخوره. خواهش. یا علی. سلام. خوبی احمد؟ اگه شما و پرونده هاتون بذارید حال ما هم خوبه. خب معلومه که نمیذارید. عرض کنم خدمتتون که تا
الان اصلا برای شخصی به نام میلاد حمیدخانی اعلام مفقودی نشده. خب پلیس هم اعلام نکردن که دنبالش بگرده. هیچ کس هم ازش خبر نداره، نه خانواده خودش نه خانواده زنش. آه که اینطور. آره همش به خاطر چند تا چک برگشتی و شکایت دیگه. ممنون خروجی هم براش صادر شد. همین پس دامادش ممنون خروجه. حالا اینکه چرا به پلیس اطلاع ندادن تا دنبالش بگرده دیگه الله اعلم. یه مسئله هست که باید بگیری کنیم احمد. آقا محسن من حالا دیگه مطمئن شدم که توی اون کارخونه هر اتفاقی که افتاده یه سرش به همین آقا میلاد ختم میشه. شمع پلیسی داری کار میکنه. لابد بابک کمالی خبر نداشته که چیزی در موردش نگفته. نه بابا اون بنده خدا اگه خبر داشت به من میگفت. به هر حال من فکر میکنم قضیه به همین چهار تا دونه دستگاه و حساب کتاب کارخونه ختم نمیشه. آره درست. خیلی خوب همه جان، دست درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. انشالله جبران کنم. قربونت برم. خانم کمالی امیدتون به خدا باشه. دیگه چه امیدی آقای تنجی که تموم شد؟ نزنید این حرف، خدا بزرگه. خیالتون راحت راحت باشه. آقا بابا یه زودی به سلامت برمیگرده خونه. پیش شما، پیش بچهش. جای هیچ نگرانی هم نیست. در مورد خرج و مخارج خونه، در مورد خرج و مخارج بیمارستان. همین جوره من هستم. خیالتون راحت باشه. شما لطف دارید. یه تلفن به من بزنید. من در خدمتتون هستم. با اجازتون. خدمت. خدا نگهدار. نگران مامان بابا و اسران تا نگران خودم. نگران نباش، اونا خوبن. ایشالا کمالی هم بهتر میشه. زود تر میایم بیرون. اگه خوب نشد چی؟ اگه حالش بهتر نشد؟ ما این فکر و خیالا خود تو آزار نده. خوبم نشد بالاخره من که نمردم، هستم. خودم میفتم دنبال کارت. هر طور شده رضایتشون رو میگیرم. همین الانش هم مامان بابا یه پاشون بیمارستانه، یه پاشون دادگاه. نگران نباش، میاریمت بیرون. میدونم و همین این داره بیشتر من آزار میده. این که شدم باعث درد سر همه تو. حتی اگه خدایی نکرده اتفاقی برای کمالی بیفته، قاضی حکم قتل غیر عمد میده. همین من اصلا نگران حکم و اینجور چیزا نیستم. اما اگه همین جریانی که تو میگی اتفاق بیفته، یعنی من خودم کشتم. میفهمی یعنی چی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. اتاق مدیر کجاست؟ این اتاق. این. دارم گوش میکنم. من هیچ حرف منطقی و درستی نمیشنوم. ببینید از نظر من همه اینا بهونه است. از دیروز تا حالا هیچ گزارشی دست من نرسیده.
من امروز تا ساعت 2 بیشتر اینجا نیستم. تمام گزارش های مهندس ناظر رو میخوام. همه اینا باید رو میز من باشه تا ساعت 2. همین که گفتم. بفرمایید. سلام. بفرمایید بشین. فکر میکنم شما برای کار اومدین، درست میگم؟ بله دیگه. محل سکونتتون همجاست؟ فرقی میکنه؟ بله، اولویت ما کسی هایین که همین سمت سکونت دارن. بله، شما فکر کنید همینه. سوی پیشینه دارید؟ نه تعلیم. به زبان خارجه مسلطید؟ بله. ببینید، شرط کاری ما جوری که شما باید 3 ماه آزمایش اینجا کار کنید. بعد 3 ماه اگه مورد تایید کارشناسان بودین، ما باهاتون قرارداد می‌بندیم. قرارداد 1 ساله. بخواهم کنم منظورتون از این که 3 ماه آزمایش کار می‌کنم چیه؟ منظورم اینه که حقوق ندارید. آها. بعد کار منم کسی باید تایید کنه؟ خب شورای کارشناسان حداقل 3 نفرشون باید شما رو تایید کنه. شما تو آگهیتون زده بودید استخدام. خب میذارید بیگاری، قشنگ تر بود. بیگاری؟ شما الان هر شرکتی برین شرایط استخدامشون همینه، هیچ جان بهتون حقوق نمیده. ممنون. به سلامت. ببین رفاقتمون به کنار. نه اصلا توی انبار جا ندارن. یا باید بیای جنساتو ترخیص کنی، یا اینکه مجبور میشم هزینه انبارداری رو ازت بگیرم. نه باید پولشو برام بفرستی، پیامکش اومد بعد دیگه مشکلی نیست، اینجوری نمیتونم جنساتو بهت بدم. باشه باشه، خداحافظ. بفرمایید. در واقع جهت ترخیص کالای خانم مزاری خدمت رسیدم، یعنی خدمتگزارم. جناب علی اگه همین جوریشو بخوای، من از جایش سبب شدم که تخم شر پاشیدن و علکی هم وا نمیدم. اما اگه واقعیشو بخوای، غریبه نیستم، با هم کنار میای. چاکر آقا. منظورتو نمیفهمم. پول آوردی؟ فکر کردی هرکی پولا رو بکشی بالا یابم روش تو بمیری؟ اون پولی که تو میگی تصفیه شده، مگه نشده؟ به حساب ایشون که یا پایین بابا سرم درد گره. شده یا نشده؟ شده، اما میدونید که اما نداری، چون بانو عادت نداره به کسی باج بده. اگرم ناچارشه من نمیذارم. پسر جون مثل اینکه حرف حساب حالید نیستا. میگم مظاهری. بانو مظاهری. حالا هرچی بگو بزرگترت بیاد. بزرگه جلو دریپ زد، اما با مرام و مشتیو نمیشه تیر زد. راه تو بکش برو بابا. من به حرف تو نیومدم که به حرف تو هم برگردم.
چند تا جمله دارم از طرف بانو مظاهری. اگه اینه که دیکته میکنم نمره نگیره، از بچه های محلت بپرس که من کیم. حالا کی هستی؟ دیشب رو پهلوی چپم خوابیدم، برای همین امروز دنده لجم. پس بذار درست حسابی حرفمو بزنم. تهشو بگو، حرف حسابت چیه؟ تو دنیا یه حرفایی هست که نباید بگی، مگه به دوستات. یه حرفایی هم هست که نباید بگی، حتی به دوستات. یه حرفایی هم هست که اصلا نباید بگی، حتی به خودت. خانم مظاهری پولشو واریز کرده که بارش ترخیص بشه و ترخیصم میشه. یا ترخیصش میکنی یا ترخیصت میکنه. بندازش بیرون، بندازش بیرون. من دعوا ندارم. انگار پسر جون حرف حالیت نمیشه. یا از بار خانم خبر داری که چیه یا نه؟ اگه خبر نداری بهت بگم که حالیت بشه دیگه، لاتبازی در نیاری. بار بار قاچاقه، افسودنی غیر مجاز، لبنی. حالیت شد؟ اون بار مال ایشون نیست، مال بد کسیه. صاحبش اگه بفهمه کسی بوی برده یا اینکه بارو دیر تحویلش بدی، کاسه گوزتون توی جوبه. حالا خود دانی. اگه نگفتم بندازش بیرون. پسر جون اینگاه حرف حساب حالیت نمیشه، برو دیگه. در واقع سیلو